برخلاف خمینی که حتی تا بعد از به قدرت رسیدن هیچ برنامه مشخصی برای حکومت و نظام حاکم بر ایران ارائه نکرد و همه چیز را در پرده ابهام گذاشت تا بعدها بتواند به همه آرمان‌های مردم ایران پشت پا بزند، مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران حتی از روزهای نخست همه آرمان‌ها و اهداف و برنامه‌های خود را به طور دقیق و مشروع و مشخص برای آگاهی همگان منتشر و اعلام می‌کردند. به طور خاص شورای ملی مقاومت از نخستین ماه‌های تشکیل خود، یعنی در عرض 2 ماه و 1 هفته پس از تأسیس شورای ملی مقاومت در 30 تیر 1360، برنامه شورا و دولت موقت پس از سرنگونی رژیم خمینی را اعلام کرد. هفتم مهر 1360. وظیفه اساسی دوران انتقال، دیدگاه‌های اساسی دولت موقت درباره احراز حاکمیت ملی و مردمی، هدف‌های تاریخی این دولت در رابطه با آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی، این برنامه در سالهای بعد تا امروز با مصوبات متعددی تکمیل شد، از جمله طرح صلح شورای ملی مقاومت، طرح خودمختاری کردستان، طرح رابطه دولت موقت با دین و مذهب، طرح آزادی‌ها و حقوق زنان. آری، تا آنجا که به مقاومت ایران مربوط است، همه چیز و همه آرمان‌ها و طرح‌های خود را برای بنای ایرانی در آزادی و دموکراسی و رفاه اعلام و منتشر کرده است.